اما درباره همین اجلاس و پرسش هایی که مطرحه علی حسین قاضی تحلیلگر سیاسی از گوتنبرگ سوئد ما رو از طریق خط اسکایپ همراهی میکنن وقت بخیر جناب قاضی زاده صحبت هایی که رئیس دولت در بخشی که داره به مواد مواد مخدر پناهجویان بمب‌ها ها و ترورها اشاره میکنه میشه نوعی تهدید علیه دیگر کشورها به حساب آورد عرض سلام دارم دیگه کاملا شده که راهبرد ایران در قبال تحریم ها... تهدید به ناامن کردن دنیاست بعد از تهدیدهایی از قبیل گستیل کردن نسل جدید پناهندگان به اروپا گسترش تروریسم در منطقه بستن تنگی خرمز و سرگیری سر غنیسازی اورانیوم این بار از تهدید جدیدی رو نمایی کردن و اون هم ترانزیت مواد مخدر عملا تهدید که ایران اینه که ما در صورت اینکه حکومت مرکزی رو ما مشکل مواجه بشه مواد مخدر از ایران به سمت اروپا و دیگر نقاط یا ترانزیت خواهد شد بله دقیقاً این روشی است که ایران در این روزها در پیش گرفته و همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم روشی نیست که دوست و متحد بسازه و اتفاقا همین کشورهای اروپایی رو بیشتر به این فکر میندازه که باید برای چنین کشوری که تهدید به هر چیزی میکنه و اعلام میکنه که هر کاری ازش برمیاد باید فکری کرد انتقاد رئیس مجلس از شورای امنیت چه باستابی داره؟ قطعا ساختار شورای امنیت ایراد داره اگر ساختار شورای امنیت ایراد نداشت ایران و روسیه سالها در سوریه حضور نداشتند اگر ساختار این شورا امنیت نداشت کار انقلاب سوریه به چنین نقطه‌ای نمی‌رسید آقای اسد بارها و بارها از بمب شیمیایی استفاده کرد و به راحتی روسیه همه های علیه آقای اسد رو وتو کرد چین قطنامه نسکشی میانمار رو به تو میکنه بله ساختار بد بودن ساختار شورای امنیت فقط به جنگ عربستان و یمن و وتو کردن قطنامه های علیه اسرائیل توسط آمریکا بر نمیگرده اتفاقا بیشتر از آمریکا و فرانسه و انگلستان این روسیه هست که در واقع علیه همه کشورهایی که نقض حقوق بشر میکنند پشت سر هم قطنامه ها رو به تو میکنه بله ساختار اشکال داره ولی به هر حال فعلا چیزی بهتر از این ساختار دیده نشده بله امروز وزیر امور خارجه کشور پرونده هواوی رو اشاره کردن بهش و گفتن که نشونه استیصال آمریکاست فکر میکنین هدف واشنگتن از این دستگیری اساسا چی بوده واشنگتن دو تا هدف اصلی داره به نظر من یه هدف اولش که منازعه امروز آمریکا و چین هست که مدام دنبال در واقع به دست آوردن برک های برنده است که امتیازهای بیشتری از چین بگیره ولی یه هدف بزرگتر هم داره و اونی که نشون بده در اجرای این تحریم ها چقدر راسخ است و برخورد کردن با چنین شرکت بزرگی در چنین وسعتی به نظر من پیامی رو به همه کسانی داره که در این روزها به ازای گرفتن به هر حال پولهای بیشتر از ایران قصد دور تحریم ها رو دارن پیام به نظر من پیام برای این کشورها بیشتر هست و اینکه آمریکا میخواد از این امتیاز ویژه بگیره اگر بخواید یه جمع بندی داشته باشین از تمام واکنش ها و صحبت هایی که امروز در این اجلاس مطرح شد بخواید در چند جمله برای ما بگید چه نتیجه بیشه گرفت ببین این شش کشوری که دور هم جمع شدن چند تا ویژگی مشترک دارن اولا در همه هر این شش کشور حقوق بشر وضعیت بسیار بدی داره دو که تعریف اینها از تروریسم یکسان نیست گاهن یکی از همین کشورها گروه تروریستی میدونه و کشور دیگری مثل ایران مثلا در مناقشه سوریه ترکیه از گروه حمایت میکنه ایران اون گروه تروریستی میدونه و اینکه این شش کشور هر کدوم در مقاطعی به نحوی از تروریسم و گروه های تروریستی حمایت کردن بیشتر به نظر میاد که یک جبهه میخوان چون کشورهایی هستند که اکثرا دچار مشکل های امنیتی شدن بیشتر شاید به این،, به این اینجوری به چشم میاد که دنبال یک جبهه میگردند که از خودشون از حکومت حمایت بکنن وگرنه من گمان نمیکنم که از دل چنین اجلاسی مقابله با تروریسم در بیاد چون هیچ کدوم از این دولت ها نه توانشو دارن نه اراده شو دارن و نه اینکه نفع اینها لزوما در ریشه کردن تروریسم هست بله ممنون مرسی از توضیحاتتون تشکر